قربون زن قشنگم برم الهی وای افتاد افولی با من لجبازی نکن بعد ببینی ها صد دفعه گفتم من از تو لجبازترم بی خودیم دور بر ندار باید تو شهر کار کنی و هر شبم تو خونت باشی میفهمی؟ بگیر ضعف یک کنا بخوره تو مغزم فرقم دونه میشه به درک خیال میکنی فقط خود بلدی بزنی پس چی؟ پس بگیر چرا در رفتی؟ چی بود شکست؟ همون دیست پشکلیه بود جدابات هم نمیتونه بند بزنه بس میگی وای خدا مرگم بده دیست نازنینم اون که سرجازی بود شکستی الان بهت حالی میکنم بیا مامان چراغ نایی که واسه ماشینش خریدی پیش کرد اینا چراغ ماشین نشکنی برو نشکنه پتون نشکنه جون من نشکنه بابا من اینو تازه دیشب خریدم 60 تومن جهنم مرگ من نشکنه این یردکش پیدا نمیشه دار جون من نشکن چرا آشکت زدی؟ حالا منم بهت نشون میدم یه ماما چقدر چره میده حالا که ماما چقدر چره میده چی؟ سرش شده حالا تو هم از بابا طرف داری کنی بدش که من بیر خدا اگه سرش چراغم برسه من چراغ جازت خورد میکنم دستت بکش کنار بر من چراغ جازت ماما رو بدش من چی اگه بیا تو رادیو رو بشکن نشکه من این رادیو رو تازه از کویت خریدم تازه از کویت خریدم موج لف لف هم داره نشکن یا اگه بشکنی منو بشکنم بشکن بابا بشکن دیگه بازرت زیاد شد به تو چه مربوطه میرم به چرخت میرزم تو چاها من میرم عروسه خود زیر پام لف میکنم غلط میکنی بسته دیگه بابا بسته دیگه با دو دقیقه تشبست موافقت بکنید تا من تکلیف زندگی رو معلوم کنم موافقی؟ تو چراغ به سر جاش تو هم برو رادیو رو به سر جاش لباسات رو هم بپوشین زود بری مدرسه دیر شده یالا بجنبی زن آخه تو با این بهونا چی بخوای ثابت کنی؟ حرف حسابی چی چیه؟ میگه روز اول نمیدونستی من شغلم رو بانگی چرا میدونستم؟ اما نمیدونستم که میری و هفته به هفته تو خونه پیدات نمیشه ضعیف آخه چرا نمیخوای بفهمی؟ من شب و روز تو کوچمر میرم واسه خاطر شما جون میکنم پول درارم یه خورده عقل داشته باش اینجام که خالیه ببین رحمت رفتار تو باعث شده که بچه ها اخلاقشون به خودت بره خدای این چه سرنوشتی بود که من داشتم الهی ذلیل بشه اون که این لقمه رو گرفت و گذاشت دست من الهی قلم دست اون داداش کله پزت بشکله که دست تو رو گذاشت دست من چی چی؟ به داشت قلوم من بد میگی؟ پس چرا هر وقت چشم تو چشم اون میفته؟ مثل موش دنبال سوراخ سنبه ها میگردی من؟ من میترسم من داشت قلومت میترسم قلومه چی هست که من ازش بترسم اگه اون کله پزه و گاوکش و کارد سلاخی داره منم رانندم و جک دارم همچی میزنم تو سرش که خوبه خوبه اگه راست میگی الان این حرفا رو برو در دکونش به خودش بگو خب حالا ناز نکن بیا این یه بناگوشم کوفتت کونا بگو چه خبری شده همینجوری که نمیشه خبر دست اول خرج داره بابا جان ده خودت داداشی صبح تالا دارین ناشتای مجانی میخوریم بس نیست بیا بیا این یه دو تومن هم بسونو بگو چه خبر شد؟ آخه خبر دو تومنی نیست ده تومنی اما چون شما مشتری دائمی هستی پنج تومن لا 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 خب بیا جونم این پنج تومنو بگیر حالا دیگه حرف بزن میدونی داشتم از تو کوچه میامدم جلوی خونه همشیرت که رسیدم صدای آقا رحمت شوهر خواهر رو شنیدم که میگفت که
خب گفتش که چی میگو؟ اصلا ولش کن بابا. چی رو ولش کن؟ راستشو بگو ببینم چی میگو. هیچی، داد میزد که اگه داشت غلام کله پاچه و کارد سلاخی داره، منم جک دارم، همچی میذارم تو سرش که رو زمین پهن بشه. عجب رحمتی به همشیره ما میگو. بله من یه داشت غلام دارم که هیچ وقت کلا سرش نمیره، اون یه محله رو حریفه. تو چی که شکر خود خودت یه دست کت شلوارت. اینقدر به داشت غلامت نناز، میخوای این دفعه جلو خود سیبیلاشو دود بدم که دیگه به سیم داشت غلامت نزنی؟ تو ارزش نداری. حالا میدارم، خیلی خوبم دارم. بابا تو خونه؟ بله داداش، بفرمایی تو. داشت غلامم اومد، حالا اگه جرأت شو داری نفس بکش. داشت غلامت یه مخلص دارم خود من. سلام داشت غلام. سلام آقا رحمت، خوش اومدی. حالت چطوره؟ قربونت شو. خیلی دلم هواتو کرده. منم همینطور. چت یه خونه خیلی وقت دست نیده بودم ادا. الان داشتم با آباجی افت دون ذکر خیرت رو می‌کردم. جون تو. میدونی که من چقدر دوستت دارم. این آقلا قربونت شو برخار برم. قربونت برادر زن برم. آتی افتم کجا؟ افت جون داشت غلام دون اومدن. سلام داداش. سلام آتی افت. حالت چطوره؟ قربون شما. نکنم توی خونه یه خبرهای بوده. این ظرف و ظروفا رو کی شکسته؟ تابلو چرا شکسته؟ این اسلحه سرد مالی کیه؟ چیز نیست داشت غلام، مال بچاست. بچا بازی می‌کردن زرن شکستن. فدای سر بهش. ببینم نکنه خودت اون شکستن رو گردنی بچا میندازی اینهان آبی. بگو دیگه چرا حرف نمیزنی؟ چرا لال شدی؟ خب شکستن که شکستن، مگه میشه بچا رو کشتشون؟ بچن بازی می‌کردن افتاد شکست. حالا رفتم مدرسه. بالاخره ما آدم نفهمیدیم تو این خونه چه خبرهایی بوده. جون تو آب اضافه تکون نخورده. من عفت درست مثل سگ و گربه داریم زندگی میکنیم. فقط گاهی وقتا شیطان میره تو جسم عفت و بهونه بی خود میگیره. آره آباجی، نبینم دیگه دو مادی من اذیت بکنی یا آقا رحمت بهترین شوهر دنیاست. قربون آدم چیز فهم برم الهی. شوهر خار، نبینم یه وقتم تو رو دو زیاد بکنی یا با آباجی ما بلند حرف بزنی یا اون وقت بدونی که سر و کارت با کیه؟ میدونم، کی جرأتش داره داشت غلام؟ اونم زنی که یه داداش بی کله مثل تو داشته باشه. اتفاقا بیا چند تا کله برات اون آوردم. بیا آبجی، کله پاچه ها رو بذار بار برا فردا صبحی به چای که بخورن. حیف که من نیستم بخورم. چی تو میگه باز به سلامتی رای مسافرتی؟ چیکار کنم؟ باز زنه بشه نون داد. میدونی داداش چیه؟ من و رحمت برای همدیگه میمیریم. فقط اختلاف ما سر این است که من چرا میرم بیابون. بی خود ببینم آبادی، معطلی چی هستی؟ برو قرآن رو بیار که آقا رحمت از دیدش رد بشه. یک کاسه آبم بریز پشت سرش که زود برگرده. آخه داداش گوش کن ببین من چی میگم. آخه بابا این نه رو حرف داشت غلام حرف نزن. فرمودم برو یه قرآن ورده بیام از دیدش رد بشم. دیگه چی فرمودی؟ یک کاسه آبم بریز پشت سرش. یک کاسه آبم بریز پشت سر من. ده برو دیگه قربون خواهد دو خورا برم. برو عزیز زیر من چینگره ده برم. برو برو خب داشت غلام من که دیرم شده باید هر چیز رو ته برم. قربون تو برم. خداحافظ. خدا به سلامت دست دریم به هم. قربون شما. خداحافظ شما. خداحافظ. دیدی بالاخره داشت غلام بودم هیچ غلطی نتونست بکنه. الهیم قرآن به کمرت بزن اگه تو بیابون بزنه دیگه نگاه کنی. نگاه نکنم ممکن نیست. هر چی ببینم نگاه میکنم. به کوری چشم شغلم که ببینم نگاهش میکنم. فهمیدی؟ نفهمیدم. شما دو نفر چی دارین به هم میگون؟ هیچی داشت غلام، ذکر خیرت است. ته بازم ذکر خیری منه؟ آره به مرگ تو افت داره قرب صدقه من میره. منم دارم پیشمرگش میشم. ذکر خیری تو به از این باری کلا من وقتی عشق و علاقه رو میبینم اما حوض میکنم بعد از اون زنی مرحومی خدا بیامرزم یه جفت زن دیگه بستونم. ای شالا داشت غلام، خداحافظ. به حرف آبجی ده همیت نده که همش دروغ دبنگ نیست. آبجی جون صلاح نیست بعد از 7-8 سال شوهر داری با هم اینطور رفتار بکنین دا. آخه داداش نمیدونی تو قبل از اومدن تو چه بلایی به سر من آورده. تمام این بشقابا رو تو سر من شکونده. هر چی که دلش خواسته پشت سر تو فوش داده. پس چرا زودتر نگفتی تو با این چاقو زامندار گوش و دماغش رو ببرم بذارم کف دستش؟ رحمتی شوهری تو هنوز عقلش قد نمیده که داشت غلام برادر زنش چه آدمی تخس و بی کله. رحمتی میگفت اگه داشت غلامت بیاد اینجا سیبیلشو دود میدم. سیبیلای منو دود میده؟ آره میگه سیبیلا من اسپند است که دود میده. الان حالیش میکنم. کجا داری میری؟ هیچ جا، میخوام پرتقالمو پوست بکنم. سر کله میزنه. خب منم سر کله میزنم. منتها با بدبختی، با زندگی، با دردی به درمون. به خدا اگه به خاطر به چام نبود یه قدم شهر پاهم بیرون نمیذاشتم. ببینم این خانم خیلی عجله داره. آره میگفت یه موضوع حیاتیه. خب اگه حیاتی به معاملات ملکی رجوع کنه. بیا بگی برو آقا رحمت.
شوخی هم نکن، هم پولش خوبه هم مسافرش. نه برای پولش میرم نه مسافرش، برای دیدن اصفهان شهر خودم میرم. بده بینم. عجب حیات قشنگی است. آدم دلش نمیخواد از این حیات جون بخوره. یالا دیگه زود باش، اینقدرم حرف نزن. چه مسافر بد اخلاق بود. سوارشی. من که گفتم اون که با شما میاد مسافرت من نیستم، خانوم منه. پس شما با این ساق و سم خانوم خونه نیستین؟ نه خیر. خانوم اومد. ببینم شما راننده من هستی؟ بله البته راننده موقت. چی تو میگه؟ عیبی دارم؟ نمیش کنید آقا، من یک آدم حساسی هستم، باید در رانندگی خیلی مراقب باشی. جمع باشی، بنده در اختیار شما. به من بفهمون تون برو تون میرم، بفهمون یواش برو تون میرم، هر جور دلتون خواست تون میرم. متشکرم. خب دیگه را بیفتیم. چشم بفهمون، فقط قبل از حرکت اجازه بدین برم به خونه اطلاع بدم که دو شب نمیام. اشکالی نداره بفهمید. خیلی مواظب خانم باش، فهمیدی؟ خیلی. اما کی مواظب خودت باشه. ببینم خانم در یخچال قفل کردن؟ نه چطور؟ هیچی، یه رحم به این شکم بکن. میترسم خدا نکرده بپکی. خانم با اجازه، خونه من همین پشت است، میرم میگم و میام. سلام آرام. سلام صمدی. برو یک کنه بکشون شیشه تمیزش کنم. برو. پس حق حساب چی میشه؟ بر بگم بهت میدم. بسوش تو ماشین و تو رو با غریبه میبینم صدا به در نمیاد، تو رو با غریبه میبینم صدا به در نمیاد. برگرد برگرد پشمون میشی آخر. به چشمم روشن، آقا رحمت عجب تیکه تو ماشین نشونده. اگه این موضوع رو برم به زن آقا رحمت بگم یه ده تومانی کاسب میشم. خوب مثل این که الحمدلله مسافر به تورت نخورده و برگشتی. چرا اتفاقا خوردست؟ خوبشم خوردست. یه دربسید دارم که باید برم اصفهان رو برگرد. چی اصفهان؟ آره اسمان که دیگه عیب نداره، باز قومخشام میبینم، اگه پیغومیم برای مادر داره بگو تا بهش بگم. اگه دلت میخواد فقط یه چند روزی بیاد تهرون. چی؟ مادر بیام تهرون بعد از زندگی با هم بزنه؟ من هم چه غلطی نمیکنم. خیلی خب پس منم باهات میام اسمان. کجا میخوای بیای؟ بچه‌ها اینجا زندگی مدرسه دارن. یا باید مادرمو بیاره تهرون یا خودم هم میام. نمیذارم تو بیای اسمان، نه مادرتو میارم. مادرتو بیارم اینجا که بعد جنگو مغلوبه بکنه. اگه از اون مادر زنه فهمیده و چه میونره میگیره من حرفی نداشتم، اما این مادر تو مثل بیشتر مادر زناست که بدتر زندگی رو به هم بریزه. اگه پاش برسه تو خونه من همه جا آتیش میزنه، خونه منو میکنه ویتنام. من همچه غلطی نمیکنم، فهمیدی؟ این بچه چه سورده؟ آوردیم بزنین تو سر هم دیگه. مگه لویسیم نداریم؟ بری گم شین، این دوتا فسخلی هم دارم ما رو مسخره میکنم. بری گم شین یلا. ببین زن، تو داری به چادم از خودت دیونه میکنی. دیونه خودتی، حرف دهن تو بفهم و بزن. خیلی فایده نداره پری بابا، باید بریم همون کارو بکنیم. باشه بریم. من شخصی توه. خیلی دیر شد، میترسم شب برسم. بیا ببینم بچه منزل آقا رحمت و بلدی؟ اولا خانم من بچه نیستم، توهین نکنی. اگه من عروسی کرده بودم دخترم دوتای شما بود. بله. خب آقا ببخشید، منزل آقا رحمت شوفر رو بلدی؟ بله خانم، البته که بلدم. دوتا من خدمت رو پول خورده؟ دوتا منی که ندارم، ولی پنج تومنی دارم. چه بهتر، مروت کنید. بیا دست شما درد نکنه. الان میرم آقا رحمت خبرش میکنم بیاد. همین الان. واه چه ناقلا. زن تو رو خدا بس کن. آقا بفهمین تو. آقا خواهش میکنم بیاین تو دیگه. آقا نداشتی ما. بفرمایی. خب چه ایمیل داریم؟ نه متشکرم، اون دو نفری که باید جلب کنم کجا هست؟ اون بالا. آقا پاسبان؟
نکنه این بچه ها برای ما پاسبان رو بزن. ببخشید سگا، فرمایش داریم؟ والا این دوتا کوچولو از شما شکایت کردن، میگن شما اونا رو ناراحت میکنیم و جلوی اونا مرتب با هم دیگه دعوا میکنیم. خب بچه های عزیز، من مطیع شما هستم، اگه میخواین هر دوتاشونو میبرم کلانتری، بعدش هم زندان. سینتون؟ نه آقای پاسبان، اون وقت کی برمون نون بیاره؟ کی قصد رو درست کنی؟ خب میل خودتونه، پس بهتره که این دفعه اونا رو ببخشین. ببخشیمشون؟ ما باید فکر کنیم. بیا فریبا باش. رفتم فکر کنم. خدا آخر آقاتون رو به خیر کنه. باشه باشه، این دفعه رو میبخشیمشون، به شرطی که قول بدن دیگه با هم دعوا نکنن. وای به خودتون اگه دفعه دیگه با هم دعوا کنیم. باشه قربان، قول بده با هم دعوا نکنیم، دیگه دعوا نمیکنیم. شنیدی؟ تو هم قول بده. باشه منم قول میدم. خب پس با اجازهتون من مرخص میشم. متشکرم. باش تقصیر تو میکشمت. چی؟ آقا اجازه. آقا ببینید چی گفت. بگو دیگه. چی بگو دیگه رفیق؟ هیچی، میخواستم بگم تشریف داشته باشیم براتون چای بیارم. خیلی متشکرم خانم. من باید برم. به به، چشم و دلم روشن. سمت به خدا اگه تو راست گفته باشی یا من آقا رحمتو شهیدش میکنم. سمت یه دروغ گفته که این دفعه دومش باشی. حالا بیا. پولی خوردم ندارم. خب درش بده. بیا این پنجیه بسون آتیش کن. دست شما دردم. به چاک مینم. اینم دشت امروزم. خوش اومدی سمد آقا. آقا گود بای. سب کن مینم کجا؟ همطور خوردید مرحمت زیاد. این چه نشد؟ پولی قضاهاتون چی میشه؟ حسابتون میشه 12,500. ما پول نداشت آش غلام. حد بلندش خانوم، من آش غلام نیستم و به من میگن داش غلام. دومندش پول ندارین سرم نمیشه. ماهی پی هست، ماهی چی پول نداری؟ نداری؟ من از شما قیدت نخواستم که نداری. غذا که خورده باید پولش رو به دبیا جلو ببینم. به توبرشونم پری استخون و خرمهره. پس شما چجور زندگی میکنی؟ ما همه جا مجانی غذا خورد، مجانی سوار شد، مجانی راه رفت، مجانی کابی و مجانی هم یک دست کتکی حسابی خورد. یالا پول بده. عجب شما هستین که ور بخیزین از ینگ دنیا میان تو مملکتی ما، هم جوانای ما را خراب میکنین، هم سلمونی های ما را عشق کس میده. حیف که من لوتی هم گذشت دارم و الا تمامی لباساتون رو میکندم و لخت و اوربله دو میکردم تو خیابونا. برین گمشین. گود بای آشکلام. این تفلی که خودش لخت و اور هست بابا. برین گمشین، باید بیاد تو. یالا بیا جلو میدم. تکیو آشکلام. سب کن، من باید یکی مدالی پر روی به شما بدم که اومده اینجا دستی خالی نرین مملکتتون. خیلی قشنگ هست. این یکی قشنگ هست برای شما هست. خیلی خوب هست. کله گوسفند هست. برین تو مملکت خودتون تعریف کنین. بگون ما رفتیم ایرون. بگون ما رفتیم ایرون. ایرون جای خوبیه. مردمش نگاری ببر برای عمت. بذاره سری بخواهی. بای بای بای. چه سلامی. چه علیکی. کجا تعریفت؟ آجان برای چی اومده بودست تو این خونه؟ چه میدونم، فرهاد و فریبا رفتن آجان آوردن. به چه رفتن آجان آوردن؟ میگه چه خبر شده؟ آخه داداش از بس این رحمت اذیت هم میکنه بچه هم عصبانی شده رفتن پاسبان آوردن. به دست خوش، ببین کاری شما گنده به کجا رستست که کوچولوها رفتن برادون آجان آوردن. به به به، بقیده من خوب کاری کردن. اگه تمامی به چای دنیا یه دفعه برای بابانشون آجان بیارن دیگه بین پدر و مادرها هیچ وقت دعوا نمیشه. اگه صد تا پاسبونم برای منو رحمت بیارن زندگی ما درست بشو نیست. چرا درست بشو نیست؟ چرا با همین طور میکنی؟ میگه شما سگ و گدا هستین که نمیتونین با هم زندگی کنین. نه داداش من گدا نیستم، اما رحمت واقعا سگه، اونه که منو اذیتم میکنه. آقا رحمتم که بی خود سگ میشه، لابد تو هم اذیتش میکنی. من چه اذیتی بهش میکنم؟ من شوهرمو دوست دارم، اما اونه که همیشه از من فرار میکنه. خب اون کارش فرار کردنه، اون شب و روز باید تو بیابونا دنبال نون بدوه. ولی من این نونو نمیخوام، دلم میخواد شوهرم شب و روز پیش من باشه. آخه این که نمیشه چونه شب و روز تنگی بغلت باشه، دیگه جون و جریق براش نمونه. تو داداش منظور منو نمیفهمی. من دلم میخواد شوهرم تو شهر کار بکنه، صبح بره شب بیاد. نمیخوام چند روز چند روز بره تو بیابونا و گم و گور بشه. میدونی چرا؟ برای اینکه من به این سوء زن پیدا کردم. سوء زن داری؟ یعنی رحمتی حاشیه میره؟ نم کرده زیر سر داره؟ البته سامتیقی یه چیزایی به من گفته است، اما نمیتونم باور کنم که رحمتی یه همچین بشری باشه. قصه نخور آباجی. به خدا اگه بفهمم که رحمتی به تو خیونت کرده است، خودشو نم کرده شو به
هم ببخشید، معرفی میکنم عتیق نژاد مشتری اینجا هست. عظیم عرض میکنم قربان. مشتری اینجا؟ یعنی ایشون قصد دارن اینجا رو بخرن؟ بله خانم. اگه موافقت بفرمایید بله. پس تو برای همین منظور منو با عجله خواستی؟ بله خانم، چون ایشون قیمتی پیشنهاد کردن که خیال میکنم به صلاح باشه. ولی من هرگز قصد فروش اینجا رو ندارم و شما بی خود منو تو سلام خانم جون، خوش اومدین، خیلی دلم براتون تنگ شده بود. سلام بابا علی، حالت چطوره؟ والا خوبه، فقط از تنهایی حوصله‌ام سر میره. عوضش امشب یه مهمون برات آوردم که تنها نباشی، برو یه جای خوب برای آقا رحمت حاضر. اطاعت خانم، یه تجارتو نشونت بدم. اتاق من کجاست؟ دول رو باید اینجور تو زیر زمین؟ بابا عجب قصری ساختم، مخادم سود میچشه. بله خدا کنه بتونی شب راحت بخوابی. من که این چند شبه یه شبم خواب راحت تو چشم نرم. چی تو؟ والا چی بگم، شب از هر گوشه این ساختمون یه صدایی میاد، اینطور که میگن اینجا جن پیدا کرده. جن داره؟ بعضی ها میگن ارواح هر شب تو این خونه بزن و رکوب را میندازن. البته اگه دل و جرأت داشته باشی کاری به کاری جن ندارم. یه بریم. مواظب باش از این طرف. بسم الله. پس گفت اینجا از ما بهترون داره ها؟ ببینم تو خودت اون جنمنا رو دیدی؟ والا صداشون رو شنفتم اما نمیدونم چرا از من دوری میکنه. نمیدونی؟ اون معلومه دیگه، این قیافه که تو داری جنمنا که هیچی دیو سیویدم ازت رم میکنه. بخت خواب تو اونجاست، برو هر وقت دلت خواست بگی بخواب، قدم حرف نزن. خیلی کم دل و جرعتی جبون. تو با این ریخت دیگه دل و جرعه برای من نزشتی که. این صدا از کجاست؟ بهت که گفتم صدای ارواح. این صدای ارواح چرا از اتاق خانوم میاد؟ نمیدونم. من باید پدر این روحو دارم، ارواح اون پدره. اینجا یا جای من یا جای ارواح. ای دشمن! از زمین زمین هم تو جنی باره.
آخه جین چه ترس نداری با چه اتفاقی افتاده؟ چی شده؟ خودش بود. این آقا بود؟ نه، عکس شوهرمو میگم. ببین چه جوری داره به من نگاه. ولی این عکس که تغییری نکرده. اون الان داشت با حالت وحشتناکی به من نگاه میکرد. به نظرم شما خیالاتی شدین خانم. خودم صداشو شنیدم که میگفت این خونه رو بفروش منو از این جهنم زودتر نجات بده. روح اون الان اینجا بود، خودم دیدم جمشید. خانم راست میگه، منم دیدمش. یعنی شما هم روحو دیدین؟ بله ارباب باباش. یه مرتیچه پوفیوز جردن کلفت شیکم گنده بود درست این جنابالی. تعجب است اون روح درست مثل جنابالی هفت ماه حامله بود. جمشید حالا فهمیدم روح شوهرم چقدر در عذابه. خواهش میکنم فردا صبح هر طور که شده معامله خونه رو با اون مرد تموم کن. نه خانم جون، شما عجله نکنید. این روح داخل آدم نیست که شما ببخشید، اون روح داخل آدم نیست که شما ازش بترسین که. نه دیگه نمیخوام بیشتر از این روح شوهرمو در عذاب ببینم. بسیار خوب خانم، فعلا اگه کمی استراحت کنین بهتره. من فردا صبح حتما این کارو میکنم، شما خیالتون راحت باشه. پاشو بریم، پاشو بذار خانم استراحت کنم. من جام راحته، همینجا پله خانم میخوابم. پاشو بریم، نباید مزاحم خانم بشین. با اجازه شما خانم، مجبورم تنهادون بذارم، اما شما خیالتون راحت باشه. من پشت در وای میسم اگه این روح اومد همچین. ببخشید، من پشت در وای میسم اگه این روح اومد همچین تو اون روحش. بالاخره یه کاری میکنم. بفهم بریم. خب آقای خریدور، بفرمایید ببینم پول خانه تمام و کمال حاضر است؟ بله، بله. پول حاضره. بلا فاصله به خانم تقدیم میشه، ولی تکلیف قباله و اصل سند چطور میشه؟ آنها در محضر به شما تسلیم میشود، شما ناراحت نباشید. بله. خب خانم بفرمایید امضا کنید، انشاءالله مبارک است. امیدوارم با این عمل روح شوهرم برای همیشه از عذاب و ناراحتی نجات پیدا کنه. امضا نکن فیروز خانم. این حقوق بازه میخوام خونه رو بف از چنگ شما در بیارم. ای شیاد حقوق باز، میخواستی با چرک خونه رو از چنگ خانم در بیاری ها؟ نامرد. و تو ای عتیق زاده بزخر، خواستی مفت و مسلم اینجا رو بخری؟ آنها جانه برگرم مردی که بلد تو خونه این کجا برگرم؟ کشکلک بلد باگی. تو هم زود دفتر باز میکنی تا این امضا بکنن؟ گلا دفتر باز دو چار نرد بودو تو بزن اجاز میکنم. و شما خانم اجازه بدید یکی رو بزنم تو سر این چیلی میده؟ و شما خانم نه به من نزدیک نشو. سلام علیکم خانم، حالی شما چی داره؟ پس این تو بودی که دیشب تا حالا منو اذیت میکردی؟ ای حق باز، با این حرکت زشتت نزدیک بود فیروز خانمو بکشی. احمق دیوونه، باید تحویل قانونش داد تا دیگه بفهمه که نباید با سلامتی و اعصاب کسی بازی کنه. دخیل بدینش دست من تا با همین دستای خودم خفش کنم. این باعث شد که معامله به این شیرینی به همین بخوری. خانم حرف اینا رو گوش نکنیم، بی خودم به من تهمت نزنین. تموم این چلکازی سری مباشر شیکم گنده است، باور نمی کنین؟ الان دوتا مدرک بدون نشون میدم تا بفهمه زیر کاسه چه نیم کاسه ای هسته ایش. این عکس مرحوم شوهره دونست. بله. درسته؟ این گاب نیست، اینم مرحوم شوهره دونست، منتها این ناجس با نقاشی به این شکل در اون ازش پدر در میدنم. گوش کنید، این مدرک دوم بود. من هر چه زودتر از این جهنم نجات بده، من در عذابم. میفهمیدم؟ این صدای گاو نبودا، اینم صدای مرحوم شوهرتون بود که این ناچیز برای ترسوندن شما از حلقومش این شکلی در آورده است. فیروز خانم، به این دیوونه بگین ساکت باشه و بهتره شما هم هر چه زودتر کار این خونه رو یکسره بکنید. بله همین کارو میکنم، البته نه فروش خونه رو، بلکه کار جناب عالی رو. از حالا دیگه حق نداره یه دقیقه توی این خونه بمونی. 10 روز بهت مهلت میدم که به تهران بیای کارا رو تحویل بدی. همین دیگه هم باهات کاری ندارم. برو گمشو بیرون. یالا بنداز دستو، این مال منه. من اینو میبرم برای والا آقا مصطفی که هر وقت اذیتم کرد وازش کنم تا صدای ناهنجار گاو مانند تو بترسه و دیگه اذیتم نکنه. یالا برو بیرون، دورو گم شد دیگه تو. ولی چشم،
دلم خوشه که شوهر دارم و سایه پدر بالای سر بچه هامه، اما قربون خدا برم شوهرم شده مثل کفتر یا کریم، سالی ماه یه دفعه رنگشو نمیبینیم. عفت جون، تا خدا خدایی میکرده مرد و جنسشون خورده شیشه داشته و عوض شدنی هم نیستن، اصلا فکرشو نکن خواهر. خلاصه ننه سمت، من منتظرم رحمت از اصفهان برگرده و تکلیفمو باش یه سره کنم. بذارش تو اتاقا. رحمت، تو به نظر من یه آدم درست و مطمئنی هستی. اختیار داری خانم، درستی از خودت دونست. دلت میخواد از امروز پیش من کار کنی؟ اون وقت کافی هم بهت میدم. نه خانم جون، من حوصله سر کله زدن با این اجنه های بی پدر و مادر رو آدمکش رو ندارم. دور اطراف شما پر جن و ارواح هست. ولی رحمت، تو بودی که مشت این شیادا رو باز کردی. چقدر خوشحال میشم که پیشنهاد منو قبول کنی، چون من واقعا به یه مرد مثل تو احتیاج دارم. خانم من زن دارم، قانون حمایت خانواده که اجازه نمیده دوتا. منظوری من یه چیز دیگه است. من یه زن تنهام و هیچ کس رو ندارم، از تو خواهش میکنم. فهمیدم، ببخشید. آخه به این زودی که نمیشه، باز فکر بکنم، فردا خبرش بهتون میدم. باشه. خودش جنگه. خانم رفته شوفر گردن کلوف واسه ما استخدام کرده، ما اومدیم اینجا یکی گیر بیاریم از اون گردن کلوف در. حالا کجا شدیده تو نمیری؟ زحمتی اسرائیل ها کم میکنن. فردا صبح رو پشتبونی خونهشون سرش گوش تا گوش قخ میبارن. نه داشت خلاب گناه داره، این دفعه رو به ما ببخشه. جونی تو غیر ممکنه است، تو که داشت غلامت رو میشناسی، حرفی رو که زد اون وقت رد ها نره. داشت غلام بیا و به سیبیل های مردونت ببخشه. سلامتی یارو پیدا فصلی افش مثل آب خوردن سر بیم. آیاری گوش کنو بیچی میگی؟ تو نمیری به مردی تو، تو رو کفن کردم، تو رو کشتم. جونی هرچی مردست ولش نمی کنم، سرش مثل دسته گل میبرم زرم جلوش. یه اخلاقم پیداش کرد.
این همون کسیه که دنبالش میگشتم. آره آره خیلی خوب. داش خودمون حالا راستسی میخوای سر رمزونو ببری؟ نه داش مامه، من نمیخوام سر رمزونو ببرم که. از چی کار میخوای بکنی؟ منظورم کفتراش است جونی شما. آره خب خیالمون بس که بی صاحبا میان بالا سر اتاق من فضل میندازن دا آسیم کردن بب مستبا. خب بچا پاشین بریم یه کافه دیگه ببینیم چه خبره. بیا ببینم گارسون دست نکن تو جیبه تو بمیری بعدم میاد جونه. که مرگی تو بعدم میاد ابدا. داشت خونم خب میخواییم بده بده برمید. آره شوخی کردم اون در نیاری یا آقا داشت خونم خوشش نمیاد کسی اصحار شد. آره میدونستم. بیا ایزدم باقیشم مال خوده. قربون دست بلنشیم بلنشیم بریم بچه های کافه دیگه. ببرم قربون تو ببخشین آقا نوکرتم قربونت برم دست زیاد ببخشین تردت دوست دارم آقا معذرت میخوام قربونت برم چای کردم جون اخی حال جنابالی قربونت برم حرامت زیاد نمیشتستم اشیم تو بیمیری بست که عرقش خوب بوده از همه رو مات میکنیم آی پاشو بریم پاشو بریم دنبالش ببینیم باهاش صحبت بکنیم. نه حالا موقعش نیست. بعد چی کار کنیم آخه دستمون در میره آخه حیفه. عفت جون چیه؟ اذیتم نکن بذار بیام بخوابم. بخوابی؟ عفت جونم اینم بالشت برو بگیر بخواب. افولی عفت جونم آخه من بیچاره حق نداری امشب تو این اتاق بخوابی میفهمی؟ رخت خوابت دادم که امشب هر گوری که دلت میخواد بری بگیره بکفی. ضعیف آخه مگه تو قهراشتی سرت نمیشه؟ من چند روز مسافرت بودم تو رو ندیدم آخه میخوام که اگه تا صبحم پشت اون در وایسی در باز نمی کنم میفهمی؟ افولی شب جمعه است به من مستقی رحم بکن. آرزوی شب جمعه به دلت بمونه بهتره. خیلی بی‌انصافه. خیلی خوب باشه تا تلافیش در رم همچین تشنه بذارم تو خود حال بکنم. هیچ غلطی هم نمیتونی بکنی. بیداری؟ نه من خوابم. آخه برات آب آوردم. من آب نخواستم. فکر میکردم بخوای. خدا جنست نشدسته. میری بینم قربونت الاز برم میدونی که تو چقدر دوست دارم. نیمرو مال شما نیست مال باباست. حالا دیگه چی شده بابا اینقدر عزیز شده؟ بابا سلام. سلام آجون. سلام. سلام بابا جون. سلام قربونت برم. بیا بابا دیشب چی کار کردی که مامان امروز اینقدر خوشحاله؟ خب دیگه با هم آشتی کردیم. چه جوری با هم آشتی کردیم؟ خب ما چش کردم و آشتی کردیم. خب وقتی که ماما با یه ماچ انقدر خوشحال میشه چرا هر شب ماچش نمیکنی؟ هر شب که نمیشه بابا جون. چش هر شب مامانو ماچش میکنم. مامانم قول میده هر روز صبح وسط نیمرو درست کنه. بابا جی از خواب بیدار شده؟ داشت خلوم هم اومد برم در واز کنم. داداش جون سلام. سلام رحمتی خونه است؟ آره اگه خونه است اومدم ببینم که این شوهر خار چجوری میخواد سیبیلی منو دود بده.
رحمت هیچ وقت همچین حرفی نزدی. شوهر نازنین من هیچ وقت همچین آدمی نیست. دهه؟ دیگه حالا شوهرت نازنین شده؟ رحمت همیشه شوهر خوبی برای من بوده. لنگی کفشش هم هیچ جا پیدا نمیشه. خیلی هم خوب. الحمدلله. پس انگار یه خبرهایی بوده. ما که بخیل نیستیم آباجی. به هر حال من باید تکلیفم و مای رحمتی معلوم کنم. چه حقی دارد اینقدر پشتر من لغز بخونه؟ من تا ادبش نکنم از این خونه نمیرم که نمیرم که نمیرم. داداش به خدا اگه دست به شوهرم بذاری هر چی دیدی از چش خودت دیدی. نفس بکشی نفست به هم میارم. صحیح گمونم اگه یه خورده دیگه وایستیم باید یه دست کتکی حسابی هم بخوری. معلومه داداش میدونی چیه؟ ما یه اختلاف جزئی داشتیم دیشب، الحمدلله با خوبی خوشی از بین رفت. خوبه الحمدلله. تازه زن و شوهر با هم دعوا میکنن، آشتی میکنن، دعوا کنن، آشتی میکنن. تو رو سننم؟ منو سننه؟ پس منو سننم؟ خب تو رو سننم؟ جهت آباده دست سننم. چه شوهر خاری دارم، مثل اینکه حالا یه چیزی هم بده کار شدم. آی رحمتی من تا تو رو به سلابه نکشم و ولکونت نیستم. علومی تو گوسفند فقط به سلابه میکشی، اما شطور که نمیدونی که شطور به خدا بزرگتر شطورم باشی شاقده میشکنم. سر سری من نذار، من قرض ندارم. بیمزدگی میتونی؟ پس با این دل و جرعتت بیتر همدیگر ببوسیم و آشتی بکنیم. آره داشت خلام، صورت همدیگر رو ببوسین و با هم آشتی بکنیم. شما که نباید مرتب مثل سگ و گدا به هم بپرین. خیلی خوب آبادی، من نوکری تو هم هستم. تو با شوهرت آشتی کردی؟ خاطرشو میخواستی. منم به خاطری تو دیگه گدا نمیشم. خیلی خوب، منم به خاطر بچه هم یه شوهر خوب برای زنم میشم و دیگه هم سگ نمیشم. جون با تو بودم آقا جون. سلام علیکم. سلام. سلام آقا رحمت، کجایی بابا؟ حالش داره چیه؟ نوبت هم هست؟ کوه قاف هم باشه میرم. نمیخوا کوه قاف بری، باید بری خونه فیروزه خانوم. از صبح تا حالا ده دفعه بیشتر تلفن زده. فیروزه چیکارم دارم؟ هیچی، فقط به کمک تو احتیاج دارم، چون تو در این مدت کوتاه کاملا به زندگی من آشنا شدی و فهمیدی چه گرگایی دور برم میچرخن. حالا ازت خواهش میکنم به خاطر خدا، به خاطر کمک به یک زن تنها، قبول کن که راننده من باشی. قول میدم از نظر حقوقم تأمینت کنم. باش، مجبورم به خاطر شما بسازم، به خاطر زنم بسوزم. فکر میکنم اگه زنش بفهمه تو تو شهر کار میکنی خیلی خوشحال میشه، چون زن هیچ وقتش نمیخواد از شوهرش دور باشه. باش. سریا. بله خانوم. از توی کموت سویچ ماشین رو بیار بده آقا رحمت. چشم خانوم. بیا این پول تو جیبت باشه، ممکن احتیاج داشته باشی. نه خانوم احتیاج ندارم. بگی. جون شما نمیخوام. اگه احتیاج داشتم میسرم دیگه. جون شما نمیخوام. خب حالا که گذاشتم دفتر میسونم. خب اولین کاری که باید بکنی اینه که بری خیاطی و لباس منو بگیر. چشم. چشم. چه لباس گرون قیمتی است؟ 500 تومن حق دوخت؟ بگونه اصلا مدرک آوردی یا نه؟ این فضولیه به تو نایمده، برو گم شو. چی؟ حرف دهنده به فهم بزن آقا گاف صدا. مواظب خودت باش، از امروز من راننده و همه کاره خانوم شدم، فقط به خاطر اینکه پدرت رو یکی رو در بیارم. چی؟ تو راننده خانوم شدی؟ بله، هم راننده هم مچگینده. روی خودت که چی؟ روی پدرت هم به خاطر جرأت بشه بیخیرش بچسبم. هنوز که من نگاه میکنه برو دیگه. سلام خانم. ببینم این پسره راست میگفت که شما به عنوان راننده استخدامش کردین؟ مرد زرنگ و با حقیقتیه، خیلی به درد من میخوره. خانم اون یه آدم لات و بیصرف ها بیشتر نیست، بهتر بود برای این کار با منم مشورت میکردین. گمان نمی کنم احتیاج به مشورت داشته باشه، چون من خودم شخصا در هر کاری که بخوام تصمیم میگیرم و اجازه دخالت به کسی نمیدم. یعنی تا این حد که اون به تحویل و تحول اسناد و مدارکم باید دخالت بکنه؟ تقریبا. فعلا رفته خیاطی لباسای منو بگیره، تا حاضر بشی اونم برمیگرده. نمیخواد خانم بشیدش، عجله داره، میخوام براش. همینطوری خوبه، چروکم نمیشه. بفرمایید خانم. اینم صورت درآمد محصول باغات و زراعت املاک شما ظرف 5 سال گذشته است. ملاحظه میکنید که نتیجه این مدت 200,000 تومان ضرر نشون میده. چی؟ غیر ممکنه. من مطمئن هستم که مبلغ زیادی از این نوایت حیف و میل شده. یعنی میگین ممکنه کشاورزا بالا کشیده باشن؟ نمیدونم،
ولی شما ناچارید به من ثابت کنید. اشکالی نداره، برای رفع هر گونه سوء تفاهم حاضرم به اتفاق سری به املاکتون بزنیم و همونجا به موضوع رسیدگی کنیم. پیشنهاد خوبیه. اگه شما نیاین من خودم به اتفاق رحمت فردا حرکت میکنم. احتیاجی به رحمت نداری، من خودم شخصا رانندگی شما رو تقبل میکنم. فردا ساعت 8 صبح موافقین؟ خوبه، اما نه با شما، بلکه با اتومبیل خودم و به رانندگی رحمت. میتونم ماشین بگیرم؟ چی؟ نمیدونم. انگار باباست. سلام علیکم. اجازه بده بریم توش بشینیم. آره بریم بشینیم. باشه. آره بریم. زبانم برم. خوشگله. عالیه. ایفولی سلام. سلام. خسته نباشی. کجا بودی؟ تو که هیچ وقت این وقت روز خونه نمی اومدی. یه خبر خوب برات آوردم. لابد بازم خیال داری بریم مسافرت. نه، اومدم بهت بگم که دیگه از این به بعد پام از شهر بیرون نمیذارم. که تو خوشحال باشی. یعنی میشه باور کرد؟ جونتو راز میگم. با حقوق خیلی خوب کار پیدا کردم. ماشینمو یه راننده میذارم روش کار کنه. دیگه هم اسمش تو جمله میخورم. صبح میرم شب میام. ای داده میداد. قشنگی برای خریدی بگو که چه رحمت. کی به شما گفت پیرنو بیاره اینجا؟ بچه بابا راست میگه، خودش میخواست برام بیاره. جونم وای دست درد نکنی، داری کم کم میشی یه شوهر خوب. چی؟ افت جون چی چی؟ باشی باشی افت افت فوزون. افت جون چه جون بگم، این پیرن میدونم میدونم خیلی گرون خریدی. راستی که چقدر با سلیقه‌ای، درست اندازه منم هست. آره اندازه اندازه. آره اما این که مال تو نیست. پس مال کی؟ مال فیروزه خانومه است، همونو که قرار گذاشتم پیشش کار بکنم. پیرنش رفتم از خیاطی استدم برم بهش بدم. آن پس راننده یه خانم پولدار شدی. خوشحالیت هم مال همینه ها؟ آره فجوم اگه عیبی دارید. عیبی نداره. خب پس بهتر هرچه زودتر بری خونه همون خانم و شب و روزم خدمتش باشی. اومدم ابروشو درست کنم، چشم کور کردم. عفت جون گوش کن ببین چی میگم. گوش کن. حاضر نیستم حتی یک کلمه از حرفات گوش بدم. یا همین الان از این خونه میری بیرون یا من از اینجا میرم بیرون. عفت جون گوش کن. اینم جامونده خانم تازت، بردارو برو بیرون زود باش. عفتی تو داری جونم به لبم میرسونی. دیگه از این بهونه گیری های تو خسته شدم. میرم از خونه بیرون، دیگه هم پای گیری میذارم. به درک تو برو، منم یه دقیقه دیگه توی این خونه پای نمیذارم. برو سلام خانم. سلام. لباسمو گرفتی؟ بله خانم، کاش نسده بودم. این لباس پدر من در آورده است. برای چی؟ نکنه با خیاطه حرفت شده؟ نه خانم، کاش با خیاطه حرفم میشد. با عیال دوام شده است. نمیدونی سر این پیرانه بی صاحب شده. ببخشید سر این پیرانه لعنتی بازنم چه جنگ و دعوایی داشتم. خیال کرده بود اینو برای اون خریدم. وقتی فهمید میخوام با شما کار بکنم، نمیدونی چه علم شنگی راه انداخت. چی میگی رحمت؟ از سر پیرهن من دعواتون شد. خب میخواستی بهش بدی؟ این که قابلی نداشت. چی و پیرهن 2000 تومان بدم بزنم؟ اصلا کار من و زنم دیگه داره به جنگ و دعوا طلاق میکشه. نه این فکرها رو نکن. خواهش میکنم همین حالا برو پیرهن رو بهش بده که دعواتون بخوابه، چون فردا میخواییم بریم شمال. شمال؟ آره خانم من نمیتونم مسافرت بیام. آخه چرا؟ من این کارو قبول کردم که تو شهر کار کنم، و الا میتونستم برم مثل اول تو بیابون شوفر بیابونی بشم. رحمت این مسافرت 2 روز بیشتر طول نمیکشه، خودت که میدونی باید تکلیفم با جمشید یکسره کنم. آخه چجوری میتونم زندگیمو ول کنم راه بیفتم دنبال شما؟ بس بفهم من قید زن و بچه و فک فامیلو بزنم. رحمت من به خاطر این از تو خواهش میکنم بیای، که یه انسان واقعی هستی. تو در واقع راننده من نیستی، بلکه ازت میخوام مثل یه برادر ازم حمایت کنی. من به تو احتیاج دارم. لا 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 باشه خانم، ما که آب سرمون در رفته، چه یک کله چه صد کله میام دنبالت.
متشکرم رحمت. پس زودتر برو خونه و این پیرهنو از طرف من بده زنت که خوشحال بشه. منم منتظرت میمونم. خلاصه نمیدونم چه خاکی به سرم بریزم. حالا بچه ها کجا؟ اونا رو هم دنبال خودت آورده؟ نه، اونا رو گذاشتم تو خونه. به صمدم گفتم بره ننشو ببره پیش بچه ها. خیلی خوب، برو خونه من. هر کم مد دنبالت میمیری تا خودم دستور بدم چیکار کنی. حالیده؟ بعدم خودم میرم به چهارو میارم. آخه اون تفلکی‌ها چه گناه کردن که باید یه ریز دعوای بابانشون رو ببینن؟ اهه، برو به امید خدا. خدا آخر عاقبتی من این رحمتیرم به خیلی کنه. بچه ها چه دونست؟ چرا گریه میکنی؟ مامان کجاست؟ افت! افت! چی شده؟ چرا حرف نمیزنی؟ گفتم مامانم کجاست؟ با شما هستم، چه دونست؟ چرا گریه میکنی؟ فرهاد جو تو بگو مامان کجا رفتست؟ ما رو گذاشت و رفت خونه دایی کلا. گفت دیگه بر نمیگردم. خب خیالم راحت شد. قصه نخوری، الان میرم بیارمش. ببین این همون پیرنیز که برای مامان خریدم، الان میرم بهش میدم و با هم آشتی میکنیم. زودم برمیگردم. نخه فایده نداره، این پدر و مادر ما صبحشون دعواشونه. فرهاد ببینم، فرهاد همه ی بابا و ننه ها همینجور با هم دعوا میکنن. نه فقط مال ما اینجور. کیه؟ یه آدم حسابی، منم افجو. باز شیطون تو جلد رفته وقت اومده اینجا. بیا لباس رو که میخواستی برات آوردمش. بذار بده به همون خانم مکوش مرگ ما که استخدامت کرده بپوشه. خب استخدام شدم که نون بخورم، نرفتم استخدامش هم که خانمه رو بخورم که. افجو بیا پایین، بریم خونه. به چادر از قصه دق میکنند. تا داش قلوم تکلیف ما رو معلوم نکنه دیگه پامو تو اون خونه نمیذارم. داش قلوم فقط بلد تکلیف گوسفندارو معلوم بکنه. زن از خر شیطون پیادشو بیاریم سر خونه و زندگی. تا صبحم که وایسی فایده نداره. اون خودتونم بچه‌هات. خوش اومد. افلی افلی باش افتاده باشه، خیلی دیر کردی. حالا که میخوام برم یه کم سر و صورتی بدم، این رحمت داره برام بازی در میاره. نمیدونم چرا من همیشه از راننده بدشانسی میارم. اگه اومد حرفتونو بهش بزنین که وضع کار کردن نمیشه دهه. مثل این که اومد. رحمت کجا بودی؟ من خیلی وقت حاضرم. من حاضر نیستم خانم. بفهم این پیرانه دون، اینم سویچ ماشینتون، اینم پول دون، بری یه رانندگی بیارین. خداحافظ شما. صبر کن ببینم چی شده. هیچی، زنم به چهار تک و تنها تو خونه بی سرپست و بی ماده ول کرده است رفته. متاسفم. حالا از دست من چه کاری ساخته است؟ میدونی که الان باید حرکت کنی. آخه وقتی کسی نیست به چای بی مادر منو تر خوش کنه، من چجوری میتونم به کارم برسم؟ اصلا حواسم سر جاش نیست، عقل و چیزم داخل هم شده است. خب اگه موافق باشی من کاری میکنم که بچه ها تنها نباشن. چجوری؟ خودت اون مادر به چای من میشی؟ واه 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 چه خوش اشتها. این چند روزه سریا رو میفرستم خونتون تا مواظب بچه ها باشه. اینو میفرستی خونه من؟ یکی باید مواظب خود این باشه دیگه، خوراکی تو خونه من نمونه که. اگه دستور خانم نبود هیچ وقت این کارو قبول نمی کردم. فهمیدی آقا رحمت؟ خب پس اگه موافقی دیگه معطل نکن، زود باش بینی که سریا با بچه ها آشنا بشه. این پیرهنم میدی به خانم. دست شما درد نکنه. راستی به زحمت اون امونتی کاغذی رو لطف بکنید. امونتی؟ آها بیا بریم. بله دنیا از این پسی بلندی ها زیاد داره. فکرشو نکنین، پدر و مادر شما تنها نیستن که با هم دعوا دارن. تو هر خونه از این جور دعوا زیاده. از من میشنوین؟ اصلا به روی مبارکتون نیارین. انگار نه انگار که این آدم هم. بله تشوابورد. بفهمم تو خیلی خوش اومدین. خونه ما همینجاست، البته اگه شما توش جا بگیرین دا.
چی خوش که دوزید است؟ خانم به این گوندگی رو نمی‌بینید؟ سلامت رو خوردی؟ سلام. سلام به چای خوب من. خسته نباشه با. سلام آقا رحمه. وای خدا، اون آقا هم بچه شما؟ نه بابا، این پدر بزرگ منه. سه ماهه به دنیا اومده، اما خداوند کلکاست. چاکر شما سمتیقی؟ خوشبختم. بدبختم. این که گل آب میده فریبا دخترم است. اونم که جارو میکنه فرهاد پسرم است. آقا رحمه، طرفو به ما معرفی نمی‌کنی؟ تا چشمت کور بشه. چون من چند روزه میخوام برم مسافرت، این خانم اومده اینجا که از بچه ها مواظبت بکنن. ببخشین آقا رحمت، اومدن از بچه ها مواظبت کنن یا از شما مواظبت کنن؟ حرف مف نزن. میزنه؟ فقط برای ترخوش کردن بچه ها اومدن. خیلی خوب، اصلا به ما چه مربوطه؟ پس دیگه لازم نیست ننه من بیاد اینجا ها؟ نه لازم نیست، فقط خود برزخته سری بهشون بزنه. اگه چیزی میزی خواستم براشون بخیر تا من برگردم. باشه، خود خدا حافظ شما. خود ببینم که با سر به سر من میذاره. یا الله سرای خانم، اینجا مثل خونه خود دونست، بچه ها مثل بچه های خود دونست. دیگه جون شما جون اینا. بچه ها، این چند روزه دلم میخواد به خانم سرای ها مثل مامان نگاه کنین دا. ایشون خیلی بزرگ و مهربونن دا. مثل مامان، چه حرف خوشمزه ای. لابد نیمرو هم خوب درست میکنن. من فقط نیمرو مادرتون دوست دارم. اینطور که میبینم ماشاءالله بچه های مظلوم و سربرایی هستن. شما برین که خانم بیشتر منتظر نمونه، من خودم میدونم چی کار کنم. پس یه سفارش نمیکنم، مبادا به چام قصه بخورن. خیالتون راحت باشه. خدافظ. 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 خب بچه ها، اول بیاین خونه رو به من نشون بدین. فقط هیکل گنده کرده، سالم گشنگی خورده. رحمت؟ بله. عروسی کرده؟ دارده. باز رفتی تو کلکا؟ پسر کمچا خانکون، خدا بهش ببخشه، زن تازش خیلی خوشگله، مخصوصا از آباچیت خیلی سره. سزای آدم دروغگو این است که کلش این کله گوسپند بره تو یک چیز رو بریز بسوزه. چیلیز رو بریز بسوزه. من خودم دیدم آقا رحمت یه زن خوشگل ورداشه آورده تو خونه، اینه ها کدوی پوست کنده. اگه راست بگویی بچه ها تو خونه بودن یا نبودن؟ آره آره، این تم میمیره. آقا رحمت اون زن آورده تا از بچه ها مواظبت کنه. تو برو ببین اون وقت اگه دیدی من دروغ گفتم و بزنم تو سرم، اگه راست کدم یه اسکلاس دهی بهم بده. باید حسابت رو برسم نوکه. بزنی این دفعه دیگه نمیذارم ات چنگ من فرار کنی. یالا را بیفته حالیت بکنه. اصلا آقا پا دخت باشت تا من برگردم. در خونم که وایسی. معلومه خونه که صاحب نداره بهتر از این نمیشه. خانم خونه کجا تشریف دارن؟ خانم خونه خوب تشریف دارن. به به، عجب کسی رو آوردن خونه رو بپا. الان بهش میگم، سب کن. سه دقیقه دیگه وزنش میشه سه مسکال. وای قلبم. خانوم سرین شده ها حالا دیگه بار اندازه جون برم. آشی ببینم، آشی آقا سلام، اگه گیره بگیرم بذارم که برای پسرتون بیارم. بدجنسا، معلوم نیست چه تخم و ترکه هستن. وای قلبم خدا جون، ذلیل شده ها. بذار باباتون بیاد یا آشی واسه تون بپزم که خودتون حس کنین. پدرتونو در میارم. ای وای بچه سای لعنتی، الان حساب جفتتونو میرسم. دلیل شده ها، الهی که داغتون به دل پدر مادرتون بمونه. تمام گوشت تم از دست این دوتا برپریده آب شد. الان هر دوتاتونو میگیرم از این خونه میدازم بیرون. حالا دیگه آب رو سر من میریزین ها، اگه گیرتون بیارم میکشم. بیچار بیا تو، مگه اینکه من نبینم اتون. الان لباسم رو عوض میکنم از این خونه میرم بیرون. یه دقیقه دیگه اینجا بایی نمیستم. چه در این خونه که صاحب شده مثل دری کاروسراش عباسی وازه. سلام قرون تو دایی جون. سلام قرون تو. کجاست این ضعیفه که اومده توی این خونه جانشین آباجی ما شده؟ اون بالا، سون بالا. بالا؟ هر جا باشه لاششه میگیرم میدازم تو خونه بیرون. میگه داداشی افتی مرده است که یکی بیاد جاشه میگیره. از دست این بچه ها خیسم کردن. چیست که اومده است اینجا تو آوازی ما رو گرفته؟
گرفته گرفته. سلام علیکم، مشرف فرد بودین. قدم دور رو تخمی چشم. شما کی هستی؟ من آقادای فریبا و فرهاد هستم. شما کی هستی؟ من اومدم مواظب بچه ها باشم. البته خانمم به من این دستور رو دادم. خانومتون کی باشن؟ همونه که رحمت پدر این بچه ها پیشش کار میکنه. الانم رفتم مسافرت. آن حالا فهمیدم. حالا چه دونست اینقدر عصبانی هستی؟ از دست این بچه های بلا گرفته یه دقیقه نمیذارم من راحت باشم تو این خونه. من میخوام برم از این خونه. به چه غلط کردن؟ به گوری پدرشون خندیدن؟ میگه چی کارتون کردن خانوم؟ دیگه بلایی نبود که به سر من نیارن. از روی پشت بوم آب رو سرم میریزن. مار انداختن تو جون من. مار به جون دون انداختن؟ حالا اون مار چه جور ماری بوده؟ چه میدونم، یه مار پلاستیکی بود، اما من فکر کردم حقیقیه. اینقدر ترسیدم. خب عیب نداره، دختر به این درشتی که نباید از یه ماری پلاستیکی بترسه. شوت کنین که ماری راست راستی به جوندون انداختن. هر چی میخواد باشه، من دیگه توی این خونه نمیمونم. این خودتون، اینم بچه های خواهرتون. بریم بیرون، میخوام لباسم رو عوض کنم و برم. چشم، اولندش فوری لباست نعوض کنین که خدا نکرده سرما نخورین. دومندش اگه قرار باشه نگذارم آباجی من بیاد تو این خونه، نمیذارم که شما اینجا تشریف داشته باشی. تا هر وقتم که دلتون خواست اینجا بمونی. اینجا هم نخواستین بمونی، بیاین خونه خودم. قدم دورو تخمی چشم، هیچ کس هم اونجا نیست. فرهاد، دایمون اون بالا چی کار داره میکنه؟ هیچی، لابا داره کلفتر رو عدبش میکنه. یهو دایم خفش نکنه. نه ترس، اون فقط زورش به گوسفندا میرسه. من پشت در وای میسم، شپیرنت رو عوض کنین و بیاین تا با هم بریم پایین به چهار رو درستی عدبش میکنه. باشه. اخ جون، هیکل دارم. بفرمه، بفرمه خانم، ببخشی من جلو میرم. بفرمه. شیطون های بد جنس، چرا اینقدر سر به سر این خانم محترم گذاشتی؟ عجب ادبش کرد، معنی ادبم فهمیدیم. میگم چرا اینقدر سر به سر این خانم میذاری؟ آخه چرا آب رو سرشون ریختین؟ چرا مار به جونشون انداختین؟ اگه خدایی نکرده خانم زبونم لال، زبونم لال قهر کنت از اینجا برید، شما دوتا تنهایی تو این خونه چی کار میکنی؟ به 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 به. به هر حال من ازشون خواهش کردم چند روز دیگه اینجا باشن، شایدم همیشه باشن. خلاصه اگه به این خانوم بگون بالا چشمت ابرو اسا، جفت دونو به سلابه میکشم. خانوم شما هم بفرمین، صلوات بفرستین. شام شبم درست کنین، یه خورده آبش هم زیاد کنین. من شب شام میام خدمتتون با هم شام بخورم. مگه شما هم شب میایین اینجا؟ بله، پس چی؟ همه تو شب. خداحافظ. خداحافظ. بلند شو ببین برات یک چیزی خوب خریدم اومدم. چده؟ آبا جی چرا داری قوره میچلونی؟ میگه قلومیت مرده؟ دلم برای بچه هم تنگ شد. برای بچه ها؟ پس چرا اونا رو بلشون کرده اومده اینجا؟ فقط میخواستم رحمت و سر عقل بیارم. ولی نمیدونستم که با این کارم هم خودم عذاب میدم و هم بچه هم. بسته بچه ها رو نخور، رحمتی براشون یه کلفت آورده. چی؟ کلفت؟ آره. پیره یا جوون؟ نه بابا، پیری کفدارست. دماغشه بگیری جونش از به ناگوشش در میره. لاغری و مردنی عین کوزه قلیون میمونه. ولی بچه ها رو نمیشه تنها گذاشت. آره، باید یکی از ما بریم. من که پامو تو اون خونه نمیذارم، ولی داداش تو برو. باشه، منم دلم نمیخواد برم، اما میدونی بچه ها بدون قصه من خوابشون این بره. آفرین، باری کلا به تو دختری خوب دای جون، قربونت بشم. آفرین. خلاصه ملک خورشید سوار بر اسب بالدار شد و شبونه اومد و اومد و اومد به سراغ دختر شاه پریون. وقتی از اسب پیاده شد، دید دختر تو اتاق خودش نیست، تک و تنها خوابیده. گفت آرام جانم، روح روانم. ملک خورشید که خیلی دلش میخواست برد پهلو دختر شاه پریون بگیرد بخوابد، وقتی که خاطرش جمع شد که تمام اهل قصر در خواب هستن، یواشکی از جا بلند شد و نوکی پا نوکی پا نوکی پا به طرف اتاق دختره براه افتاد. یواش یواش آسه آسه در اتاق وا کرد و فلنگو بست. آه
خلاصه به هر زحمتی بود ملک خورشید خودشو پیش دختره رسوند و یه دفعه قلبش از دیدن لاشه دختره مثل قلب گوسفند که چشش به سلاخ بیفتد هر ریخ رو همو گفت الهی قلومی قربونی اون گوشتای بی و سخونت بشه تو کدوم زورخونه ورزش کرده فدای اون بناگوشت بشم قربون اون لپای مثل حلود برم آی آره نصف شبی برا سر من چی کار میکنی؟ اومدم نصف شبی دوتایی با هم یه گل دو گل بازی کنیم گلام برو تو اتاقت بچه ها بیدار میشن خود نیست بچه ها نه بچه ها الان خوابم خواب ملک خورشید رو میبینن منم اومدم به خواب دختر شاه پریون دایی جون دختر شاه پریون تو این اتاقه پیشته گل بپده سوخت پیش کجا رفتی؟ اگه گیره بیارم پدره رو در میارم پیشته شما چرا بیدارین؟ دایی جون من خواب دیدم با یه خرس گنده قد این خانم دعواتون شد نه دایی جون خرس که نبود یه بچه گربه بود زدمش رفت آره تو کجا بوده؟ منم از صدای گربه گنده که اومده بود بالای سر دختر شاه پریون بیدار شدم بسه اندازه قبلتون حرف بزنین برین بگیرین بکپین تا بیان باقی قصه رو براتون بگم مثل این که داشتین بقیه قصه رو برای خانم سرعی تعریف میکردی آره جونم آخه اینم به چست تا من براش قصه نگم خوابش دیم بره درسته؟ آره فریبا جون فرها جون اجازه بدین دایی جون بقیه قصه رو برای منم بگه آره حالا فهمیدیم اما بهتره دایی جون بره بگیره بخوابه تا بقیه قصه رو خودم براتون بگم بچه قصه باید بزرگ پا باشد نه کوچیک پا اما ما میدونی با این قصه چه نقشه ای براش کشیدی بره بگیریم بخوابه مینه سقف رو الله ربی و تو به لی خانده داشت نماز تموم شد آره کی بود زنگ میزه دو نفر اومدن دم در با تو کار داره اسمشون رو نگفتن خیلی خوب حالا میام خدا یا به امیدی تو نه به امیدی خلقی روزگار بسم الله الرحمن الرحیم سلام از کرده سلام از کرده سلام علیکم خوش اومدین بفرمایین آقایونا به جانی میارن با من امری داشتین والا ما یه کار مهمی با شما داریم و این کار مهم فقط از دست شما برمیاد از دستی من برمیاد خب بگو میبینم این کار شما چی هست؟ والا ما شنیدیم که شما چون خودت یه پا مردی از نامردا هیچ خوشت نمیاد من نامرد ببینم قلیه و قرمش کردم تو بمیری و اگه ما یه همچین نامردی رو به شما نشون بدیم که قلیه و قرمش بکنیم چجوری با ما کنار بیاییم؟ والا اولندش که بایستی نامردیش به من ثابت بشه دوبومندش وقتی که نامردیش برا من ثابت شد اگه سنگین وز باشد یه قیمتی داره خروس وز باشد یه قیمت دیگه مگس وزنم باشد فوتش میکنم بره راه هوا والا از نظر نامرد بودنش که مطمئن باش اگه یه مردی چشمش به مال و ناموس یه بیوه زن باشه و بخواد از اون زن بیچاره سوء استفاده کنه داشت غلامی مرده یا نامرده داشت غلام چایی به به چه نامردی یه دقیقه معذرت میخوام شکی ندارد که نامرده دست شما درد نکنه چاباجی این مردی نامرد شکی ندارد که باید قلیه و قرمه بشه البته منظورم از قلیه و قرمه شدن این نیست که خیال بکنین میخوام بکشمشا نه ما آدم کش نیستیم گاب کشیم اما کسی نم که بخوام اذیتش بکنم کاریش بکنم که روزی 10 مرتبه شلوارش رو عوض بکنه داشت بلام ما میخواییم این مردی که دور این زنه رو خیب بکشه و بره دنبال کار زندگی بله درسته به جون جفت دون تو بمیری من خری مردم رو بی جهت نمی کشم و بلایی به سرش بیارم که رو نون بذاری سک نخوره کاری میکنم که بر نگردت پشت ترش میگم عالیه خب ما همینه میخوام عالیه برای این کار چقدر باید ما تقدیم کنیم خلاصه یه جوری با ما رفتار کنیم که دفعه دیگه هم مشتری بشیم والا ما برای این کار 5000 تومن گذاشتیم کنار الان تقدیمتون میکنیم قربان بفرمایید بذار همون کنار باشه 5000 تومن سوریه شبی منو نوچامس پدر آمرزیده فعلا این خدمتون باشه بابت قصه اول همین اندازم بعد از خاتمه کار تقدیم حضورتون بله خب باشه ببینم این نامرد رو کجا با استگیرش رو بود راننده است پیش این خانم کار میکنه این عکس کیه؟ این عکس همون خانم بیچاره است که اون راننده نامرد مزاحمش شده بله پس یارو راننده است؟ بله اکه
منم چه دلی پرخونی از این راننده دارم. ای گفتی ببینمشا معطلش نمی کنم، یه دفعه کارتیش میکنم. آره دیگه امام همین از شما میخواییم. خب تو بایستی کلکین راننده رو بکنم. خانم برای سرکشی املاکش رفته نوشن، راننده هم باشه. پس ما برای خاطر این که حسابی طرف رو برسیم باید بریم به طرفی شمال. بله. به پس خرجتون زیاد شد، برای من صرفی میکنید. فوقلاده خارج از مرکز و بعدی آب و هوا و مخارجی کنار دریارم باید بکشی روش، پنج دیگه یک خون بیاد. بدیم بدیم. والا الان که پول همرامون نیست، ولی وقتی رفتیم شمال هر چی خواستین همونجا بهتون میدیم. اما حرفی مرد یکیه سا. خب ساعتی حرکتمون که همین امروز. بله امروز که نمیتونم، فردا صبح میریم. من الان باید برم 200 کله و پر و پاچه را اوریتش بکنم. درد نکنه سوری جون، زنده کردی، شیرینم کردی، حال اومدم. نمیدونم این دو روزی که میخوام برم مسافرت بدونی تو چی کار کنم. میخوای منم باهات بیام؟ نه یه ماموریتی جنگی است که من میرم و دو روزه برمیگردم. ایشالله میام و با همدیگه بساط عقد و عروسی رو علمش دیگه. جونی تو جونی بچا، دلم میخواد از مدرسه که میان حسابی تر و خوش کشونه. خاطر جمع باشه داشت غلام. دمی رفتنم چقدر من خجالتیم. یه چیزی ازت میخوام، روم نمیشه چی بکنم. تا چی باشه داشت غلام. خودت که صاحبی فهم و کمالی، بفهم چی میخوام. البته من توقع زیادی ندارم، اون باشه برای شب عروسی. فقط برای این که دستی خالی نرم به خودت بفهم دیگه چی میخوام. چقدر خنگی. خب یه در گوشم بگو. چرا در گوشت بگم، در لبت بگم عزیزم. داش خونم. بابا بابا سلام علیکم. چه عجب از این طرف داش خونم. نگه کوری، اومدم خونه آباجیم یه سری به بچه ها بزنم و برم. بچه کوچیکه یا اون بچه گنده؟ خفش و فسخلی، رو تیری چراغ برق چی کار داری؟ بیا پای، بیا پای ببینم. چشم، الان میام خدمتتون. بله، سلام علیکم. میدونید بیکار بودم، نشسته بودم رو بلندی دوربین مینداختم ببینم مردم تو خونه هاشون چیکار میکنن، یه سن و سه شی کاسب بشم. خب تو دوربین هم چیزی دیده؟ آره دیدم، خوبش هم دیدم. مثلا کجا شد دیده؟ خیلی چیزا، پر و پاچه رو ببین، آی غیره کمر رو بست ببین، نازو ببین و عد رو ببین، رد کن بیا دیگه ده تومن ده بده بیاد. این وجبی حالا کارت به جایی رسته که سوراخ دوربین رو میندازی طرف ما رو فیلممون میکنی. برو گم شدن خبر گذاریدن بذار. خیلی خوب باشه باشه، ما بلدیم بابا چی چی بگیم. خداحافظ، مرمت عالی زیاد. آی سمد، سمدی بایستا ببینم. میدونستم صدا میزنی، دهورت کن بیا. بیا بیا این پنج رو بگیر و خفه شد دیگه. با به آبا جیم هم نگوی که این پیر زنه برای ما میرخصید. این که میرخصید پیر زن بود. نه خدا، برای اینکه همشیرم فکری بدی نکنه گفتم که این پیر زنه. پس خرج زیاد شد، پنج دیگه رد کن بیاد، والا مجبورم سن سال حقیقی رو گزارش بدم و ده بیست تومنی از اون کاسب بشم. آی بر تموم پدرات لعنه. رد کن بیاد، معطل شو ببینم. بیا بده من. بیا بگیر. چی بود؟ چیه؟ چی؟ سکه مکه چیزی انداختن؟ به 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 چیه؟ چه خبر دست اولی پیدا کردم؟ عکس این یارو پیشه تو چی کار میکنه داشت کنم؟ نکنه تو هم باش سر و سری داری؟ ها؟ جونو من راست بگو. میگه تو میشناسیش؟ آره؟ این رفیق آقا رحمته؟ ببینم مگه تو هم باش؟ بله معلومه. چه غلطی میکنی؟ به خدا دروغ نمیگم، این زن است که داره زندگی خواهرتو باقی رحمتو به هم میزنه.
آی صمدی جانم، اینجا دیگه موضوع غیرت و ناموس است. راست میگوی یا میخوای منو تیغ بزنی؟ به ناموس هم قسم دروغ نمیگم. ناکسته که ناموس نداری. پس مادرم کیه؟ مرگ مادرم اگه دروغ بگم، این زنک آقا رحمتو پاک زفتش کرده. برو اومد میزنه بی قیدتی نامرد. پس واجب شد رحمتیو حسابی قلیو قرمش کنم. معلوم شد اونا راست میگفتن. اونا کی انداش خلام؟ امروز دو نفر اومدن به من پول دادن که یه نامرد رو سر جاش بشونم. حالا فهمیدم اون نامرد شوهرخوارم رحمتیه. کسی که زن و بچه‌ش رو ول کنه بره دنبالی مال و ناموسی یکی دیگه نباید راحت سر جاش بشینه، باید نابود بشه. آی صمد جانم، من همین الان میخوام برم شمال انتقام آبادیم و بچه‌هاش و از این رحمتی بی همه چیز بگیرم و برگردم. چیه؟ اومدم. وای کنی سریا خانم یه خبر مهم به من دادن که از ترس دارم پس میفتم. چی شده؟ ها، چون توی و خبرم همچین مهیجه، دو تا من میگیرم تا بهت بگم. خیلی خوب، حرفتو بزن، حق و حسابم بهت میدم. خلاصه به داش خولام گفتن که آقا رحمت با اربابش گرم گرفته، الان تو شمال خوشم. داش خولامم میخواد بره شمال حساب آقا رحمت برسه. حقش، مردی که زن و بچه‌هاشو ول کنه و بره پی خوشگذرونی باید تنبیه بشه. من پدر اون خانم کلفتشو در میارم. آخه عفت خانم جون، به حرف مردم که نمیشه اطمینان کرد. آدم باید با تو چشش ببینه. از کجا معلوم که آقا رحمت بیچاره تقصیرکار باشه؟ من تصمیم خودم رو گرفتم. رحمت چه تقصیر داشته باشه چه بی تقصیر باشه، من همین الان میرم شمال، بچه‌هاشو میندازم جلوشو میام. همین الانی. آخه تنهایی که نمیتونی کارو بکنی همینه. من خیلی خوب، اگه دلت میسوزه تو هم با من بیا شمال. یه شمالم تیغ زدی. آقا رحمت سلام. سلام سوسن خانم، تو اومدی اینجا چیکار؟ بیچاره چیکارشون کردی؟ بچه‌ها حالشون خوبه، ننه صمد گذاشتم پیششون. فقط اومدم بگم که باید مواظب خودت باشی. مگه چی تو شده؟ آقا رحمت، جونت در خطره. باید خودتو قایم کنی. مگه من شغلم خودم قایم کنم؟ آخه چی تو شده؟ آخه چه جوری بهت بگم؟ داش غلام برادر زن تو بعضیو پرش کردن که تو و فیروز خانم با هم رابطه دارین. اونم امروز فردا با چاقو میخواد بیاد سراغت. اول تو رو بکشه، بعدم خانومو. داش خلا ما چاقو اون هزار تا چاقو بسازه یکیش دزه نداره. اما این دفعه خیلی جدیه. نه ترس سر خانم، یه خورده گوشتم که داری آب میشه. تو فعلا مار پیش خانم که تنها نباشه، منم برم شهر یه خورده خرت و پرت بخرم برگردم. خلاصه خیلی مواظب خودت باش، از من گفتم. از منم نشنیدن. نه ترس بادین جون، به معافت نداره. برو من الان میام. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss. خودش
افت خانم، افت خانم، اون خانمه روی صندلی لم داده داره مجله میخونه. آره نه بابا، اون قدم بی حیا نیست. همینجا میشینم تا بیادش. خیلی خوب افت خانم، دیگه صلاح نیست من اینجا باشم. اگه آقا رحمت یا داش خلام بفهمن من شما را آوردم اینجا، تیک بزرگم گوشمه. من میرم همینجا ها دور اطراف خونه گوش وای میسم ببینم چطور میشه. خدا حافظ شما. منم از زیاد دیدم نوشن داشت خودم. داشت خودم قبل از اینکه بریم خونه اگه گرستتون هست چیزی بخوره. خوراکی مراکی چیه؟ من عجله دارم، عوضی فردا امروز اومدم که هر چیز زودتر این رحمتی نامرد و قلی و قرمش کنم و برگردم. برو بریم بابا. رحمت توی؟ من رحمت نیستم، من خودمم. شما چه فرمایشی داری؟ اومدم از رحمت دوست سرکار شکایت کنم. رحمت دوست من نیست، راننده ای منه. کی این غلطو کرده؟ چه میدونم؟ مردم میگن، همه عالم و دنیا میگن، همه غلط میکنن. رحمت زن و بچه داره، زنش هم خیلی دوست داره، فهمیدی؟ خب از رحمت چه شکایتی داری؟ رحمت با اینکه زن و بچه داره و دوست جونجونی شمام هست، منو ول نمیکنه. شب و روزم دنبال منه. حالا منو زنش هیچی، به شمام داره خیانت میکنه. مزخرف نگو زن. رحمت یه موی زنشو نمیده سر تا این بس منو بگیره. برو بیرون از اینجا. خانم شما رو به خدا رحمت زنشو دوست داری؟ بله بله، قسم میخورم. متشکرم. قسم میخورین که رحمت شما رو دوست نداره؟ بله، بازم قسم میخورم. سب کن ببینم، شما کی هستی؟ من زن رحمتم. آی خدای من، پس چرا زودتر خودتو معرفی نکردی؟ خانم نمیدونیم، نمیدونیم چقدر ناراحت بودم. رحمت مدت هاست اخلاقش عوض شده و شب روز از زن و بچه هاش دوره. عفت خانم، من تمام داستان شما رو میدونم. این ناراحتی رو خودت برای خودت درست کردی. تقصیر خودتی که با بدگمانی و لج و لجبازی داری زندگیتو خراب میکنی، در حالی که رحمت شب روز زحمت میکشه فقط به خاطر تو و بچه هاش. بیا بیا بشین پهلوی من. خب دیگه رسیدی؟ خب رسیدیم. الهی با امید تو. یا علی مدد اروسی بیست ساقه. خب رفتی. بیا به نارمینه بجای. خب خونه یه فیروز خانم اینجا. خیلی خب، اما جمونم رحمت نباشه. میگه تو علمی غیب داری، از کجا فهمیدی؟ حالا چون ماشین تو ویلا نیست. مهم نیست، من فقط جا مکونشو بدونم دیگه، تیک توپاره کردنش با خودی منه. شایدم ماشینو برده باشه سرویس، اما خود راننده الان پلو خانم افتاده باشه. پلو خانم افتاده باشه بلندش میکنم. بیاین بریم. نه رو دنبالش نرو، من تو رو نباید هیچ کس اینجا ببینه. شما همینجا باشین، من خودم میرم ببینم اوضاعت چه قراره. رحمت شب و روز تو کوه و کمرا، بیابونا، توی برف و سرما زحمت میکشه، توی گرما عرق میریزه به خاطر آسایش تو و بچات. اون وقت به عوض اینکه وقتی شوهرت میاد خونه با لبخند محبت و میز و نوازش خستگی رو از تنش دور کنی، بدتر با بد اخلاقی زندگی رو بهش تلخ میکنی. تازه انتظار داری زندگیتون از هم نپاشه. فیروز خانم شما نمیدونین با این حرفاتون چقدر منو خوشحال کردین. خدا از خواهر کمتون نکنه. من افتخار میکنم برای دست رحمت دارم. اون بود که دوباره زندگی رو به من بخشید و خیال من از شر اون گرگ صفت ها راحت کرد. اگه رحمت از من که یه زن تنها هستم حمایت نمیکرد، مباشر دیوونه من و دار و دستش تا حالا منو نابود کرده بودن. برای همینه که من اونو به چشم یه راننده نگاه نمی کنم. رحمت برادر منه. بهت ثابت شد چقدر نامرده؟ بهت ثابت شد داشت کنم. آره متوجه شدی؟ شناختی؟ آره شناختمشون، شناختمشون که این دوتا چه نامردایی هم. یکی کمی از این دوتا نامرد پاره بکنم،
که خودشون هست کنن. ای اونا دو نفر نیستن که، رختی یه نفره. اما من اطمینون دارم که اون نامردات دو نفرن. شاید منظور داشت غلام اون خانومه هم باشه. هر چی داشت غلام بگن. مثل اینکه رحمت داری میاد. بهتره قبل از اینکه بری طرف ساختمون حسابشو بری. آره بهتری مقصی شما ساختمون نیست. برو چلو ماشین رفتم. آهای رحمتی مواظب اینا بلوسید باش. به به سلام داش قلو. رستم به خیر. رستم به خیر. بیرستم به خیر. زود سویچی ماشینه ده بنداز پیش من. دور این فیروزه خانومه ده خیت بکش و گوره ده گم کن. مزدن انداز شوخی هم بیشوخی. زود بزن به چاک از اینجا برو. دیگه هم پشت سرتو نگاه نکن. بلا هر چی دیدی از چیش خودی. و این دوتا جن بود دادم که اینجا. بله احوال آقای اروا. داشت خلوم تو اینقدر بچه نبوده که گول این دوتا احمق رو بخوری که. من گولی هیچ کسه نخوردم چه رسد این دوتا احمق. ببخشین دا آقا ماشه هستانه آوردی؟ آره آوردم اینجاست. اما حسرت شو باید به گور بده من. میگم بده من. دست ده بنداز. بدونی هر چی مرده این بمیرد اینو کفن کردم. تو باید قلیه و قرمه باشی. میدونی چرا؟ برای اینکه زن رو به چه خودت ویل کرده ای اومده ای دنبالی کیف و خوشگذرونی. اکه نامرد. ببخشین دا خلاصه بهتر قبل از اینکه قیمه و قرمه بشی سویچ ماشین تو بدی و زودتر گروه تو گم کنی. بله بله دشگولم تیکه تیکه تو خفش بله یا قرمش میکنم. خب بکو آقا ماشدی قبل از اینکه خودم بیام اون اسناد ازت بسونم خودت بده و زودتر گرده از جا گم کنو. کس بدونی اجازه من حق نداره این کیفو از این نامرد بسونه. ببخشین دا از این آقا بسونه. بیا پشت سری من. حالا اگه مردی بیا جلو. وایسه سر جا. چه؟ داش قلومی قبل از اینکه یه کتک حساب بهت بزنم خودت کیفو بسون بدش من. اه منو بزنی قلومیه بزنی دهنت آب بکش. مادر نزایدست کس که بتونت قلوم کرده پزو بزنه. خیلی خب پس بارم ترون اول همشیره ده طلاق بدم. دوم دوم بزن تو سرت رو زمین پم بشی. فقط چاغور بزن تو جیبت که یه جای رو زخوزیل نشه. باشه منم اول خیال داشتم بکشمت بعد بزنمت. اما اول میزنمت بعد میکشمت. بیتره بیا بگی اینا نگردم بده نوکرت. معطل نشو بگرد تا بگردم. منو میزنی خیلی معطل نشو بگیرم کفتان خیلی جنب تو شو برم بگیرم برو بلش تو شو برم جام نگیرم گل رو برو گم شو برم عفق شما تا کفت هستش بزنم چرا من یه نامرد قلی و قرمه کنم نامرد تو پیدا نکردم بایستا بیشتر برم بگیرم 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 بعد بخت مردنی اگه دور اطراف خانم ببینم به تو شغال خفت بکنم میرم دیگه پیدام نمیشه برو گم شو برم نامرد اون کیف رو برداشتم موازه این باش تو من برگرم نامرد شماره دو یک پدری از درم که خودت حد کنی ما میخوری میزنم سب کن حالا لخت بکنم که کتک به تنت دچسبه. بیا دنبالی من حالا اولی کاره یمینم بیا کنی میدید گردن کنو بایستو بایستو میکشمه جیفو کشو بردار میکنی کشمه بده من جیفو نمیدم نمیدم جیفو میده یا نه نه نمیدم بله من چی فهمیدم آخ برو جلو مینم جلو معطل نشم برو جلو بیا اینا می یکشیم شلوارمو بدین چه بلایی سرش آوردی؟ خودش میدونی بله خودم میدونی آج بر سرش های خیابون ماشین خود رو میبینی؟ بله میبینی خب حالا میخوام بینم کدومه دون زودتر به ماشین میره خودی بردی سب کنه داش غلام سه تا سوت میزنه با سوت سوم حرکت میکنه بسیار وقتی ماشین رسیدین سوار میشین دیگه هم پشت صدر رو نگاه نکنید تعمیدین بدون چی گفتم بله وای به اون وقتی که یه روز یه شما رو دور برای خانم ببینم به جای خود گوش به سوت داش غلام سوت دو سوت دو سوت دو سوت دو سرای
رحمت نایمد؟ ماشینش تو باغه ولی خودشو نمیدونم کجا. برو زود پیداش کن بیارش. چیه؟ انگار یه دونه ولی سیاه اونجا بالا درخته. ممکنه قلاق باشه. قلاق؟ قلاق چه به این گندگی نمیشه؟ شاید هم پلنگه است. پلنگ؟ یا جزا گفته بودن شمال پلنگ پیدا میشه. درد از داشت کلام که پلنگ پیدا نمیشه. باز شوفی کردی یا شاید هم میمون باشه. میمون؟ این چی بود؟ چیه؟ بایست هم نه؟ ببینن میمون ها اینجا کف پاشو میکنن. این کفش مالیه بهشه است. ببینم کیه اون بالا؟ آقا رحمت خانم کارت داره. اومدم داشت گلم اینو به کشش پایین ببین کیه تا هم برم برگرد. آی کی هست اون بالا؟ یا خودت بیا پایین یا میکشمت پایین. منو میگن داشت گلوم. آی صاحبی کفش. آقا رحمت کجایی؟ خانم کار واجبی باهات داره. من با داشت گلم برادر زنم بودم اونجاست. برو برش داره بیا. پس داشت گلم جونم اومده؟ داشت گلم جونم؟ معلومه از این مدت که ما نبودیم تو خونه ما چه خبرها شده داشت غلام دید. نه پای نه یالا بیا پای چیت نگفتم بیا پای بیمزه. داشت غلام جون سلام. سلام سوری جون تو کی اومده اینجا؟ آخه وقتی فهمیدم میخوای بیای آقا رحمت رو بکشی من زودتر از تو اومدم. آچی به تو گفته؟ صمد به من گفت. ای نا کسی پدر سوخته فلون فلون شده. اما خدا رو شکر مثل این که آشتی کردین. بی بریم قضا بخوریم. سب کن اقل من اینو بیارمش پای. بیا پای قلاب جا بیا پای بی همه چی. کیه اون بالا؟ چه میدونم چه جونوریه است؟ من جونور نیستم که من صمد جونم. حالا میام. آی صمدی توی؟ ای ناکس اینجا هم اومده تیغ اون بزنی ها؟ من کی اومده تیغ بزنم بابا؟ حالا فهمیدم که آبادیمو به چاشم تو اینجا اومده. به خدای فت خانم خودشون گفتن با من بیا تا بچه رو بندازم جلوی آقا رحمت. همین راست میگه داشت گلم. این بیچاره تقصیری نداره. اگه این نمیومد خواهر تو بچه ها چجوری اینجا رو تنهایی پیدا میکردن؟ بارا و نکنی. متشکرم رحمت. محتویات این کیف برای من خیلی ارزش داره و این به خاطر فداکاریه که تو کردی. دلم میخواد هر چقدر پول و حقوق از من میخوای بگی. خلاصه میخوام جبران کنم. جبرانش اینه که اجازه بده من برم پیش زن و بچه. یعنی اونا رو اینقدر دوست داری؟ بله خانم من برای زنم میمیرم. بچه‌هامو میپرستم. هم به خاطر شما و کار شما دارم اونا رو از دست میدم. اگه میلیون ها تومن پولم به من بدین در مقابل زن و بچه برای من پوچ و بی ارزش است. خیلی خوب. حالا که میخوای بری پیش اونا من حرفی ندارم. فقط بشین غذا تو بخور بعد برو. خانم میرم تو راه یه چیزی میخورم. مردم از بس اینجا باقال و قاطق و ماهی و زنبلون و میز قاسمی و ترشی تره و عزیز خور. اتفاقا امروز یکی از دوستای من از تهران اومده اینجا و یه غذای خیلی خوب درست کرده. برو کمک کن از آشپزخونه بیار. منم خیلی گرسنمه. بفرمایید. چشم. خانم گفتن یه غذا حاضره بده برم. حاضره؟ بله غذا حاضره بفرمایی. خدای فتوهی تو اومدی اینجا چیکار؟ اومدم ازت معذرت بخوام و بگم تو برای من خیلی عزیزی. تو بهترین شوهر دنیا هستی. تازه کاملا درسته. و تو هم بهترین زن دنیا هستی به شرطی که دیگه با شوهرت لجبازی نکنی و بهش بدگمون نباشی. قول میدم را بگو تو بمیری. تو بمیری. خودت بمیری. ای راستی به چامن کجا؟ چی شدن؟ ما اینجا این بابا بوشها به دست هی حاضر. قربونتون برم الهی. ای این بوشخواه چی از دست گرفته؟ برای اینکه اگه دلتو خواست بسنه تو سر کله هم دیگه. نه باشی ما دیگه دعوانه میکنیم به بوشخواه هم احتیاج نداریم. ما به شما احتیاج داریم. شما به یه پدر مادر خوب. درسته؟ بگو تو بمیری؟ این نفر خوده بی. موسیقی